د لوی او مهربانه څښتن تعالی پر سپیشلی نامه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د ملي رادیو درنو اوریدونکو تاسې کاویش خبرونه وینئ. زه اصغر مومندم. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمیر ولایتونو د سیلابونو او د راوتلو له امله زموږ هیوادوالو ته د ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د هغې د جملې نه د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ یادونه کوو چې په دغه ولسوالۍ کې زموږ هیوادوال د ډېری ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نننۍ د خپرونه مو همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. په بحث کې راسره ډېر درون میلمه ډاکټر صاحب محمد زلمی افغان یار پوپل د افغانستان د واحد د ملت د یووالي بهیر مشر سره دی. ډېره زیاته مننه پوپال صاحب چې زموږ بلنه مو مل سټوډیو ته راغلی. لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه د افغانستان ټولې سیمې د سیلابونو د راوتلو له امله زموږ هیوادوالو ځاني او مالي تلفات لیدلي دي او بلخصوص د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې اسلامي امارات مسؤولینو ته اوس څه شی پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما جناب مومن صاحب ته سلام میخوایم. در شما شفا باشم. خدمت ملت افغانستان در هر گوشه از جهان هستی که هستن، امیدوار هستم روزها و شبهای خوشی را همراه اعضای فامیلشان سپری بکنن و از همین طریق تسلیت عرض میکنم به خدمت خانواده شهدای حوادث اخیر در افغانستان و زخمی هایشان. امیدوار هستم الله جل جلاله شفای عاجل برشان نصیب بکنه. بس حلقه زدم بر در، حرفی نشنیدم. من هیچ کسم یا که در این خانه کسی نیست. خب در افغانستان متاسفانه ملت ما همیشه با نابرابری ها مواجه بوده، هم از نقطه نظر موضوعات اجتماعی فرهنگی که میبینیم که چطور هست و هم این حوادث اخیر طبیعی که در افغانستان دامنگیر ملت افغانستان شده. خب متاسفانه از گذشته ها در راستای مبارزه با این حوادث طبیعی کدام برنامه ها و پلان هایی که مطرح بحث شده باشه و به صورت مسلکی و به کار شده باشه نبوده. اگر ما در گذشته وزارتی داشتیم به نام مبارزه با حوادث و افراد و اشخاص هجوم میامدند در رأس و اداره ایفای وظیفه میکردند، میلیون ها دلار را تحت نام بودجه ها می گرفتند، اما کار بنیادی را که او باید می کردند انجام ندادند. بله. او باید چی می کردند؟ باید بخش پیشبینی این حوادث را او باید فعال می ساختند. افراد و اشخاص نخبه ای را که در اون مسلک آگاهی داشتند او همراه خود می داشتند و تدابیری را به خاطر آینده نگری بر افغانستان از این سیلاب ها باید او می داشتند. چرا زمانی که سیلاب ها در یک کشوری که مثل افغانستان همیشه باران و سیلاب همنوایش هست به صورت مقطعی و دورانی در طول دهه ها تغییر میکنه و او جاهایی که سیلاب می آمده و او بستر رودخانه ها، ما می بینیم در اکثریت ولسوالی ها و ولایات افغانستان که مردم متاثر میشن جایی هست که او خانه اعمار کردن زندگی میکنن، او بستر رودخانه ها در گذشته ها بوده که در طول دهه ها آبها، سطح دریاها و سیلخیزی ها کمتر شده، زمین ها آمده لمیزره، باز مردم رفتن اونجا خانه جور کردن. ای از مکلفیت و یک برنامه پلانیزه شده از طرف ما وزارت مربوطه می بود که باید ایار شناسایی می کرد و همراه کابینه شریک می ساخت، همراه وزارت های مربوطه شریک می ساخت و خاصتا شاروالی های ولسوالی ها و ولایات برای یک طرح و یک برنامه می ساختند که اجازه نمی دادند که ولسوالی ها و قریجات ما در مسیر بستر دریاها و مردم خانه اعمار بکنند. امروز اگر ما فیلم هایی را که مشاهده میکنیم، ما میبینیم اکثریت تخریب او خانه هایی شده، متضرر او مردم میشدن که در بستر مسیر آب رودخانه در دهه های گذشته او آمدن خانه اعمار کرده بودند. اگر در زمان جمهوریت او وزیری که در رأس او سکتور قرار داشت هستند و بودند نخبه هایی که در این مسلک او از کشورهای خارجی او آمده بودند، او تحصیل کرده بودند در بخش. اگر امروز هم شما در دفتر وزیر حوادث برین، او یک اطلس از سطح گراف آبهای افغانستان هست، او به قلم یکی از جوانهایی هست به نام رحمانی که اوجا تحصیل کرد و بارها اوجا به وزیر پیشنهاد میکرد که در این راستا باید طرح و برنامه داشته باشیم. او جوانی هست که امروز هم او به خارج نرفته، امروز هم در خانه خود ششته هست و ایفای وظیفه نمیکنه. چه بهتر هست جناب وزیر صاحب سرپرست که امروز در رأس اداره قرار گرفته، هم اطلسی که داخل دفترش هست دفعه ببینه و پرسان بکنه که همیره گرافش کی ترسیم کرده بود. اوس داسې یو وضعیت ته ورغلی و چې زموږ هیوادوال د عملا که موږ او تاسې د خوښۍ ولسوالۍ مثال ورته ورکو، د اوبو لاندې دي هیوادوال مو د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې څه رقم د دغه مشکلاتو نه راوباسو؟ او دویم دا چې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی دی چې نن او سبا د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل
اټکل کېدل شي. څنګه کولای شو چې هغه هیوادوال چې هغوی اوس د هغه اساسو نقطو کې دي د یو خوندي ځای ته انتقال کړي؟ خو مکلفیت حکومت هست، باید حکومت د ایراسا برنامه داشته باشه. زمانی که وزارت مبارزه با حوادث می پیشبینی های اداره هواشناسی افغانستان را اعلام میکنه و او را به دسترس مردم قرار میدن، در رابطه با انتقال مسئولی مردم چی باید بکنین؟ باید وزارت داخلی افغانستان، وزارت دفاع افغانستان، نهادها و کمک رسانه‌هایی که در ایراسا کار میکنن، او باید همراه مردم باشن. وقتی که ما میفهمیم که در 4 روز آینده به اساس پیشبینی های هواشناسی در افغانستان در چندین نقطه افغانستان سیلاب های مرگباری میآید، ما اقلش باید او خانه هایی که در بستر دریا ساخته شدن و جاهایی که مشخص میشه که هیچ سیلاب ایجرا میبره، چرا؟ چون به اساس تحقیقی که در گذشته ها شده بوده وزارت مبارزه با حوادث و او گرافی که او ترتیب تنظیم کرده بودن میشه از او استفاده بکنن. او گراف هایی هست که بالا از اون مسلکی کار شده. با وصف ازی هم که وزارت حوادث او وسایلی را که به خاطر سنجش آبها، جریان آبها، عمق آبها و آینده که این آب در چند روز آینده به چی اندازه یک خط سر را تعیین میکنه ندارن، اما به اساس گراف سالهای گذشته که او داشتن میتونن مشخص بکنن که اینمی واحد بارانی که میباره در یک متر مکعب در 2 روز آینده به این شدت که میباره چی اندازه سیر تخریبیش هست. او تصویر بکنه تاسی وړاندې د هوا پیژندنې د ادارې اټکل مو ویل چې باید د هوا د پیښو ته رسیدو په چارو کې دولت وزارت دا باید درکړه وي چې دوی سره کم د دغه اوبو او د سیلابونو مخه ونیسي. د موږ چې د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو سره څومره بریکړي او دا کوي څومره معلومات موږ دا غوینه لرو. دوی ویلي دي چې موږ د هوایي ځواک سره او د ټول هغه ادارې چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري عملاً تلي دي او هلته په کار باندې لګې دي. نړیوال سازمانونه یا د مرستندوی ادارې یا په افغانستان کې تجاران، سرمایه‌گذاران، دوی څومره مسؤلیت لري د خلکو پر وړاندې باندې؟ ببینین، جایگاه وزارت ها مشخص هست و یک لایه کاری مشخص دارن که کدام وزارتخانه در کدام بخش ها میان فعالیت میکنن. بله. امروز اگر وزارت داخلی افغانستان، وزارت دفاع افغانستان میای در این راستا با وزارت مبارزه با حوادث همکاری میکنه، او به اساس همو لایه وظایف کاریش هست که به خاطر حفظ جان مردم وظیفهشون هست. اما آیا وزارت مبارزه با حوادث مکلفیت خود انجام داده؟ آیا انجام میده؟ امروز هم او به عنوان یک انجو عمل میکنن، به عنوان یک کمک رسان عمل میکنن. او میگن ما بر مردم خوراک را آماده میسازیم، بر مردم ما سرپناه را آماده میسازیم، بر مردم ما دوا را آماده میسازیم. آیا این وسایل را آماده ساختن وظیفه شما هست یا قبل از او وقایش هم وظیفه شما هست؟ وقتی که میلیون ها افغانی بودجه میای در وزارت مصرف میشه، چرا از افراد و اشخاص نخبه مسلکی که در ایراسای مدیریت آبها، بارانها آگاهی دارند و آگاهی میتونند بدن، چرا از او استفاده نشود؟ هستن همون نخبه ها که امروز هم در افغانستان هستن، در ولایت های خود زندگی میکنن اما وظیفه ندارن. در گذشته اگر جدولی که در نزد جناب وزیر صاحب مبارزه با حوادث حسور مطالعه بکنن، میبینن که چقدر مشاورین و چقدر دستیارا اوجا بوده. خب میشه همراز یا صحبت شوه او کسایی که ده ها سال رفتن به سویه دکترا و ماستری تحصیل کردن در این راستا، امروز در خانه باشه و ما بیاین یک مبارزه را برا بندازیم که ما در این راستا میخواییم که ما کار را بکنیم، خب باز ما ناموفق هستیم. یعنی ساز به نظر بندیم مسلکی خلق بدن دو بندی او گماری چی داده شنده پی خو مخکنه به قیه اوکی مومن صاحب من میشه شعاری میبوده و هست که آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. امروز کسایی که رفتن در کشورهای اروپایی، آمریکایی، چندین سال در پوهنتون‌های معتبر دنیا در بخش مهمه حوادث و تحصیل کردند، آمدن ده ها کتاب و صدها مقاله نوشته کردند. بله، طبعا میفهمن جغرافی افغانستان را میفهمن، آب و هوای افغانستان را میفهمن، سالها ده ها همو گراف کاتگوری سیلاب در افغانستان را مطالعه کردند، زمین های هموار ناهموار هم افغانستان را مطالعه کردند، زمین های آبخیز افغانستان را مطالعه کردند. میفهمن که چطور میشه اوس چه مشکلات راغلی دي. اوس کوم گورو زمنګ د افغانستان په ډیره ولایتونو کې خلک د مشکلات سنزو سره لاس او گریوان دي. مرستند وی ادارې، تجاران او هغه سرمایه‌گذاران چې په افغانستان کې دلته دوی وصل لري، توان لري، به حیث د افغان دوی ته مپایم څه شي؟ ما خو بارها دیدیم بعضی از تجار افغانستان که جمع زیادشان هست، او همو وجدان فکری خود را زیر پای ماندن. او کوشش میکنند که چطور شوه از یک بوجیارد از ازبکستان تا به کابل 500 روپه فایده بخورند، چطور از یک پیپ روغن نباتی او 500 روپه فایده بخورند. او فکر و او احساس پیششان نیست که چطور در این شرایط نابرابری که ملت افغانستان با فقر مواجه هست و حکومت فعلی افغانستان با فشارهای سیاسی اقتصادی مواجه هست، به وطن خود خدمتی را بکنند.
اما هستن یک جمعی از تجار با وجدان افغانستان که من نان خوردن خود را هم با ملت افغانستان تقسیم میکنن و چه بهتر هست وزارت حوادث نهادها و کمک رسان وزارت های مربوطه دیگه که این راستا فعالیت میکنن یک تیم کاری مشخص را اونجا و ترتیب بدن که این تیم مدیریت بکنه. بله. امروز اگر حوادث به وقوع میپیونده زمانی که وزارت داخله و وزارت دفاع او میان داخل اقدام میشن به سیلاب زده کمک میکنن، او کسی که در زیر آوار بوده، او کسی که ساعت ها در آب بوده، وقتی که آب ها از کوه ها سرازیر میشه او تمام میکروب ها به او منتن هست، موضوع پاره شدن جلدشان از طریق سنگ ها هست. بله. موضوع بارگزیدگی هست. او هم غیر مسلکی عمل میکنه. باید افراد و اشخاص از تیم های مسلکی که در این راستا او هم دوره دیدن، او باید همراهشان باشند که این یک مدیریت شود که نشوه کسایی که زخمی و کسایی که از زیر آوار یا از سیل بیرون میشن به جای از او که ما برزو کمک کده بتوانیم باز جان ازیر با به خطر مواجه بسازیم. بله. په ډیره پرمختللی هیوادونو کې هم طبیعي پیښې وخت نا وخت رامنځته کیږي، ولی په یوازې ځان باندې حکومت نشي کولای چې هغه مدیریت کړي. اوس چې په افغانستان کې په د طبیعي پیښو سره موږ لاس او ګریوان یو، زموږ یو شمېر هیوادوال هم ځاني تلفات ورکړي، هم مالي تلفات ورکړي، ملګري ملتونه نړیوالې مرستندوی اداری څومره مسئولیت لري؟ خب سازمان ملل جامعه جهانی بر ما در طول یک سال مشخص شد که او هم مبنای کمک هایشان مبنای کمک های سیاسی بوده و هست. اگر ما از او توقع داشته باشیم که او بدون برنامه سیاسی و بدون مسائل استخباراتی در افغانستان یک دلار را مصرف بکنن، این را متوجه باشیم که او این کار را نمیکنن. چرا که بیش از 50% مصارف عادی سازمان ملل را امریکایی ها میدن و سازمان ملل در هفته گذشته آمد اعلام کرد که ما بودجه ای نداریم که به افغانستان کمک بکنیم که به خاطر کزی بحران برایه. برنامهشان چی هست؟ برنامه فقط فشار آوردن مسائل سیاسی هست که بار تحملش بالای شانه های مردمی هست که امروز از طریق زلزله، از طریق سیلاب ها خانه هایشان خراب میشه. ایجا مکلفیت اتحاد و همدیگر پذیری ملت افغانستان همون شکلی که در ما دیدیم در این زلزله ها که شد، مردم افغانستان از گوشه گوشه افغانستان، حتی او کسی که توانمندی یک خیمه را هم داشت، او خیمه خود سر شانه ماند، رفت به خوست و پکتیا، رفت گفت من می خیمه را آوردم همراه شما، و او کسی که توانمندی خوراک را داشت او را آورد، و از دورترین نقاط دنیا افغان ها جمع شدند، از یک دلار گرفته تا به هزارها دلار را جمع کردند، روان بکردند. این مکلفیت حکومت فعلی افغانستان هست که چطور بتونه این کمک های داخلی را یک مدیریت بکنه که او به اهلش سپرده شوه و باز در این نابرابری ها به وجود نبیاید. و مکلفیت وزارت مبارزه با حوادث هست. وقتی که شما 4 روز قبل میفهمین که در این ولایت افغانستان سیلاب میآید و در او خط سر برای شما مشخص است کدام مردم زندگی میکنه، میشه از طریق وزارت داخله، از طریق وزارت دفاع، از طریق شاروالی ها، از طریق ولایات این هشدار را برایشان بدین که او ساحات را تخلیه بکنن، سکنه شه به یک جای آرامتر را ببرن و شما خیمه و سرپناه را برایشان شما آماده بسازین. اگر باز ایجا منتظر باشین که باز سیلاب بیاید، باز خانه ها چپه شود و مردم را او ببره، باز شما برین اونجا اقدام بکنین، فرق شما و همراه یک مؤسسه خیریه چی است؟ که مؤسسه خیریه هم همون زمان اونجا حاضر میشه که کمک رسانی بکنه و شما هم به عنوان یک وزارت که میلیون ها افغانی را سرمایه دارین در وزارت مربوطه به خاطر حوادث، شما هم همون لحظه اونجا به محل برین. بله. و در پهلویش مکلفیت شما دارین که بخش های تحقیقی خود را فعال بسازین، نخبه های متخصص را که در این راستا متخصص هستند و را بخواین راه های برون رفت از این مشخص بسازین. در پهلویش یک پلان منسجم مدیریتی فیما بین والی ها، شاروالی ها و وزارت حوادث باید باشه. چرا امروز ما در کابل هم ما دارین، در شما در سایه حوزه پنجم امنیتی شما برین کمپانی در بستر دریا مردم خانه جور کردن. اگر همین سیلاب که از پغمان از ولایت دیگه بیاید دریای کابل، آیا این مردم در این خانه ها متاثر نمیشه؟ شما کمریتون همین لحظه هم بگیرید، ما شما برین که صدها فامیل هم همین لحظه هم در امور ساحه زندگی میکنن. آیا ایجا باز مکلفیت وزارت مبارزه با حوادث نیست؟ بله. د کلو پراختیا وزارت څومره مسئولیت لري چې دوی د دوبوت او منظمه لار جوړه کی ترڅو د سیستم او مشکلات سره موږ لاس او گریوان نشو؟ خب طبعا هر وزارت خانه مکلفیت کار خود را داره. وزارت انرژی آب هم مکلفیت داره. زمانی که سیلاب ها در افغانستان میای قربانی را ما میدیم، مردم ما کشته میشه، مواشی ملت افغانستان از بین میره، لای روبهی میشه کوهای افغانستان، این سیلاب ها جاری میشه، باز به کجا میره؟ آیا داخل افغانستان میمونه یا نمیمونه؟ یا از امی دریاها میره به کنر و پکتیا، میره به پاکستان، یا قضی هرمند و هریرود میره به ایران میره. خرابی بربادیش داخل افغانستان میمانه، اما ایش و نوشش که مصرفش به همسایه های افغانستان میمانه.
ای باید سدسازی های کوچک باید ساخته می شد. در طول این دهه ها باید می شد. در زمان جمهوریت باید می شد. اما این اگه ما بگیم که امارت اسلامی که یک سال می شود آمده و یک سال جامعه جهانی مورو به رسمیت نمی شناسه، پیسه هم نداره، او این کار را بکنه به یک سال نمی تانه، به دو سال نمی تانه، به سه سال نمی تانه. باید پلانش داشته باشه که آبها مدیریت بشه که ما در زمستان، در تابستان باز با کم آبی ها آبهای سطح زمین خود او را بگیریم مدیریت بکنیم که آبهای زیر زمینی ما اضافه شود. امروز می بینیم که بیرویه چقدر چاها کنده می شود در ولایت افغانستان. بله پوپل صاحب، تاسو وړاندې د نړیوالو یادونه وکړه، نړیوال ولې د افغانستان سره د مور او د میرې چلند کوي؟ سیاست په خپل ځای باندې دوی د بشر یادونه کوي. په افغانستان کې همیشه لپاره ویلي دي چې د بشر حقوق موږ غواړو، اوس بشر د ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، ولې د بشر سره مرسته نه کوي؟ بشر فرق میکنه دیگه، بشر امریکایی تا بشر اوکراینی تا بشر افغانی فرق میکنه، به خاطر که در هر گوشه دنیا که شما برین امریکایی رو دنیا رو برش بدین خلاف منافع ملیش کار نمیکنه، روس را برش دنیا را بدین که هیچ کار نمیکنه، همو پاکستانی هایی که ما پنجابی میگیم برای زو دنیا را بدین هیچ کار نمیکنه. اما 40 سال رهبرای سیاسی افغانستان آمدن در افغانستان و 20 سال اخیر 2.3 تریلیون دلار امریکایی ها را مدیریت کردن، طوری مدیریت کردن که یک ماه بعد از رفتن جمهوریت و آمدن امارت مردم گرده های خود را فروختن کردن، طفل های خود را فروختن کردن. و امروز این بسترسازی های سیلاب ها که می آید به میلیاردها افغانی پیسا آمد تحت نام مبارزه با حوادث، اما ما می بینیم که امروز در دیپوها هیچ چیز موجود نیست، در سدسازی ها هیچ کار نشده، مدیریت آب های کوچک هیچ کار نشده، کجا رفتی ها؟ بله. چرا دنیا بر اساس او بشریت فکر میکنه که منافعشان بر شما در نظر است؟ امریکایی ها همیشه از دموکراسی سوء استفاده کردن، همیشه از نام حقوق بشر استفاده کردن. امریکایی ها چند کارت دارن؟ یک کارت حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زن. اگر موفق بود برشان میچله، اگر نچلید باز میای از ترحم، از همکاری صحبت میکنن، باز اگر نچلید باز از زور، از فشار. زمانی که در یاد یک سال گذشته این فشارها بالای ملت افغانستان زیاد شد، رئیس جمهور امریکا پرواز میکنه میره با اوکراین، میره پارلمان و سنایش 30 میلیارد دلار کمک میکنه که در روسیه جنگ بکنه، اما 10 میلیارد پیسه افغانستان را او میره بلاک میکنن. بله. که 3.5 میلیارد دلار از این مربوط کی از تجار افغانستان هست که او میتونن تجارت خود بکنن، مواد ارتزاقی و مواد دیگر را داخل افغانستان داخل بکنن. بیانو د بشر پنوم باندې چې دوی څه یادوي ده، نمایشی دی. نمایشی که چی میگه؟ که این یک طفل 7 ساله مکتب هم میفهمه، خوشبختانه در افغانستان هم اطفال 7 ساله هم میفهمن که سیاست چی هست. بله. اگر مبنا برنامه حقوق بشری هست، فرق ما بین طفل افغان و طفل اوکراینی چی هست که جو بایدن پرواز میکنه مرزهای اوکراین و طفل اوکراینی رو بغل میکنه، اما در افغانستان میای حوزه 11 را بمبارد میکنه تحت نامزی که ما داعش را زدیم، القاعده را زدیم. بعد از 2.5 ماه میان میگن که یک اشتباه بشری بود. آیا او بشر با این بشر چی فرق میکنه؟ و زمانی که میان میلیاردها دلار را کمک میکنن که همو دشمن استخباراتی گذشتهش که روسیه هست دامنگیر شوه در اوکراین، اما در افغانستان میای نابرابری ها را مدیریت میکنه. این هدف چی است که حتی همسایه های افغانستان هم به شمول پاکستان و ایران هم جرأت نمیکنه که حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسند؟ بله. آیا این برخورد دوگانه سازمان ملل و جامعه جهانی نیست؟ اگر هست خب چرا چنین هست، و اگر نیست خب ما و شما شاهد هستیم که چی میکنن. امروز کمک هایی که به افغانستان میکنن، وقتی که میگن ما به میلیاردها افغانی و میلیون ها دلار به افغانستان ما کمک کردین، و این کمک ها رو با همکاری حکومت فعلی هم نیست، 70-80% کمک هایشان مصارف مطرح زرهشان، مصارف کرایه خانهشان، مصارف کارمندای یونیسف و یونیما و نهادهای مددرسان میشه. بر ملت افغانستان چی میمونه از این؟ دیر زیاد مننه دکتر صاحب محمد زلمه افغان یار پوپل، د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر، چې زموږ بلنه مو منله راغله په دې مهم مسلو به یوادوال ته معلومات ورکړ. د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي رادیو درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تر دې ملا مکسر وی بیاجی ساس پدرانه چوپڑ کیا زیرے گو پاک آسپیسلی رب مصفارو پاک اللہ مبارک.